بپسندی اسفحانی معروف به نخودکی علی الله مقام شریف استادی داشته، سید جلیل القدری بود، از علمای بزرگ. روز عید رفتم میدم سید سر سجاده نشسته، می با دستش میزنه روی دستش و مثل ابر بهار گریه میکنه. گفتم که آقا چرا گریه میکنی؟ فرمودم در فکرم که اگر فردای قیامت جدم پیغمبر به من بگه سید چرا یهودی ها رو یهودی کردی، چرا مسیحی ها رو مسیحی کردی، جواب جدم رو چی بدم؟ چه حرفی ها میزنید؟ چون استادم اینقدر این ناراحتی اعصاب داشت، بودم نکنه اعصابشون به هم بخوره. یهودی یهودی ها به شما چه؟ نصرانی نصرانی به شما چه؟ فرمودن که نه شیخ، تو حرف منو نفهمیدی. یهودی و مسیحی و مجوسی اسلام را در آینه عمل من میبیند، مسلمان نمیشود. که اگه اسلام اینه که اون میگوید، من نمیخوام مسلمان بشم. اگر فردای قیامت جدن پیغمبر و من میگه تو چرا یه جوری عمل نکردی که یهودی مسلمان بشه، ارمنی مسلمان بشه، من جواب پیغمبر اکرم رو چی بدم؟ همین بزرگوار دکتر تجویز کرده بود بعدش جای خوش آب و هوا، برده بودنش در ظاهرن آباده شیراز، در اونجا جای خنکی بوده، عده‌ای از شاگرداش هم دورش بودن، همه نشسته بودن صحبت میکردن. یه مرتبه بیدن سید بلند میشه و عبا سرش کولش میندازه و عمامه سرش میذاره و مؤدب دو زانو دم در میشینه و چند دقیقه همینجور. اینا با خودشون میگن که نه دوباره اعصابشون خراب شده، چه معنا داره همه اون نشستی؟ بلند شد یه مرتبه لباس تنش کرد، بعد 10 دقیقه بلند میشه به شاگرداش تغییر میکنه که چرا آقا رو احترام نکردی؟ چرا جلو امام زمان بلند نشدی؟ چرا آقا رو اکرام نکردی؟ گفتیم که نه اصلا اعصابش واقعا خراب شده سیده. نگاه کرد بیرون از پنجره، دو آها آقا دارن تشریف میبرن، بیاد ببینید آقا رو. ما دیم نگاه کردیم دیم وجود اقدس ولی از روی تپه دارن تشریف میبرن، خیلی آرام خیلی قشنگ. تا اونجایی که چشم کار میکرد حضرت رو دیدیم رفت. فرمودن آقا اینجا تشریف رو بردن، شما من نشستن، از من عنایت کرد، عیادت کردن چون مریض بودم، دوتا خورما به من دادن. دستشو باز کرد، دو خورما کف دستش، آقا دوتا خورما به من دادن. فرمودن یکیشو بخور، یکشم بفرست برای مرحوم محمد علی باف بیار الله مقامه، که اون سلمان زمان خودش بود.